حالا ما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، جا داره عاقبت سیاه چاخان که اسم برنامه گذاشتیم رو مطرح کنم. یکی از روحانیون آخوندهای قم به نام حجت الاسلام و المسلمین، حسن واعظ نیرومند، آقا ما را بیقرار کرده بود. مناظره، حل من مبارز. گفتیم آقا این ببینیم بچه چی میگه. گفتن آقا بله مناظری میخواد. گفتیم بسم الله، سه شنبه ساعت 11 شب بسم الله. فقط اسکایپ نصب کنید. گفت باش من اسکایپ نصب میکنم. یادتون باشه این قضیه اسکایپ رو یادداشت بفرمایید. گفتم اسکایپ نصب کن. گفت باش اسکایپ نصب میکنم. بعد به من خبر گفت اسکایپ نصب کردم و گفت که اینم شماره تلفن، هم شماره تلفن داد، من نمایش خواهم داد، هم شماره تلفنش نمایش خواهم داد، هم آدرس اسکایپ نمایش خواهم داد. خب ما هم امروز زنگ زدیم با شماره تلفنی که دادی بود، آدرس اسکایپ، که آقا شما قول دادید ما برای مناظره اسکایپ دادید، شماره تلفن هم دادید. گفت نه 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 نه، من منظورم اینستاگرام بود. خب پس اسکایپ شماره تلفن برای چی دادید؟ حالا اون یه چیز دادیم، ما جمهوری اسلامی گفته که با شما ما مناظره نکنیم، با شبکه های شما مناظره نکنیم. خب شما از اولش که درخواست دادی میدونستی توی که میخوای تو آب بپری شیرجه، میدونستی شنا بلد نیستی یا نه؟ نمیدونستی بعد از شیرجه متوجه شدی که ایدادی بده شنا بلد نیستی یا نه؟ گفت نه 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 نه، اصلا این حرفا نیست، من منظورم اینستاگرام بود. گفتم باشه اینستاگرام بفرما. گفت نه 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 نه، اینستاگرام هم نه، اینستاگرام شما نه، اینستاگرام خود من. خب باشه. گفت نه نه نه، اینستاگرام باید تگ بکنیم. گفتیم شما ما رو به باد مسخره گرفتید و این عاقبت سیاه چاخان ما اسمش گذاشتیم. این گفتگوی من قبل از برنامه گفتگو با ایشون ضبط کردم تا شما ببینید و این گفتگو منتشر خواهم کرد تا مردم آخوندهای چاخان باف قم را بشناسن. انسانهای حضرت علی از دست اینها کلافه میشد. امام زمان میدونی چرا نمیاد؟ خواه همین ها هستن. آقا بیا ما سرباز تو هستیم، آقا ملخ فلان، که آقا امام زمان کیمت همه گم میشه. نه کجا، من کی گفتم تو بیا؟ باورتون میشه اگه امام زمان بیاد همین ها خواهن گفت من امام زمان اومدم، کجا هستی؟ حسن، حسین، علی، جعفر، تقی، نقی، غضنفر، فلان. نه نیست، من کی گفتم تو بیا؟ آقا تو 1150 هم آقا عجل ولی کل فرج، آقا بیا بیا بیا، تو نگفتی؟ نه من نگفتم. کی گفته؟ من گفتم. بابای من بود که مرد. اینطور میگن دیگه نه؟ ولی لحاظ امام زمان خوب از سربازان خودش شناخته. حضرت علی هم همینطور کلافه بود دیگه. آقا قبل از جنگ همه سربازان علی ملخ میزدن، آقا ملخ مناظر بریم مبارزه جنگ فلان، بازو نشون میدادن، شمشیر به هم میزدن، آقا سنگ برتاب میکردن فلان. علی هم میگفت خیلی خوب، عجب سربازان دارم. وارد جنگ کی میشد؟ نیست. این علی کجا، حسن کجا، رضا فلان، جعفر، خطیب فلان، نیست. همه رفتن. جنگ که تموم میشد همه برمیگشتن. کجا بودید شما؟ رفتیم قضا حاجت. حضرت علی کلافه بود. خب چرا حضرت علی مگر خونه جگر میخورد؟ به خدا قسم 10 تا از شما به معاویه میدادم یکی از معاویه میگرفتم. کلافی بود. میگه به خدا قسم اگر 1000 تا از اینا رو آزمایش میکردم یه دونه سرش بتنش به درد نمیخورد. حالا این گفتگوی من و جناب حجت اسلام و المسلمین حسن، حسین، نمیدونم اسمشون، حسن واعظ نیرومند، لطفا تو این ویدیو رو پخش کنید. گفتگوی من ایشون هست. بعد از اون باز خواهیم گشت. خب بینندگان عزیز، تماس خواهیم گرفت با جناب حجت الاسلام و المسلمین واعظ. ایشون ادعا داره که میخواد در مناظره شرکت بکنه و ما شماره ایشون رو خواهیم گرفت. امیدوارم که ایشون پاسخ بده. شماره ایشون رو خواهیم گرفت. امیدوارم که ایشون پاسخ بده.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله جا آقای عزیز، خوب هستین آقا؟ سلامتید. فکر میکنم صحبت کردن تو اینجا خیلی پرهزینه است، میخوای واتساپ زنگ بزنی؟ والا اشکال نداره، این هزینه هاش بنده متقبل میشم، مشکلی نیست حاج آقای عزیز. ما دیگه حاتم تایی که گفتن ما هستیم حاج آقا عزیز. خب هماهنگ کرده بودیم برای مناظری دوستانه امشب ساعت 11، آماده هستید انشالله دیگه؟ خب من بهتون گفتم که در صورتی من توی مناظره شرکت میکنم که اولین نکته است این که من رو بازتر کنیم، دومین نکته کجا تک کنم؟ جمهوری اسلامی کجا تک کنم؟ این حتی گوش گانگوش رو من چی میگم؟ خب بنابرای قوانین جمهوری اسلامی مصاحبه کردن و شرکت کردن در هر گونه از شبکه های ماهواره‌ای ممنوعه. آها آها، خب پس شما از قبل نمیدونستید که این مصاحبه ممنوعه که درخواست مناظره داده بودید؟ من میخواستم تو لایو اینستاگرامی با شما مناظره کنم، صحبت کنم. خب چه فرقی میکنه الان پس لایو اینستاگرامی؟ خب اشکال نداره، پس تکلیف نیوردن شما به نظر من اصلا خیلی از دوستان، پس لایو اینستاگرامی اشکال نداره، پس لایو اینستاگرامی، پس لایو اینستاگرامی برای شما مشکل نداره. الو اهل تفنن من ذهنیتشون نسبت به شما خراب شده. آره حالا اشکال نداره، حالا شما دلخور نگرانی ذهنیت اهل سنت نباشید، حالا اشکال نداره. الو حاج آقا وایز، شما در لایو اینستاگرام مشکلی ندارید دیگه، درسته؟ آره مشکل ندارم. خب پس لایو اینستاگرام جمعه، لایو اینستاگرام، الو شما میذارین بیرون، قطع میکنین حرف خودتون رو، میذارین اینجوری نه، لایو اینستاگرامی لایو من. آها پس اینم بایستی حتما در لایو شما من بیاییم. خب آقا من در لایو خودم، شما هم در لایو خودتون اینو پوشش بدید مثل بقیه که همین کارو میکردن. نه من اصلا گفتم منو به نه. خب حالا یه سوال، آره حالا یه سوال، بله باشه میدونم قوانین جمهوری اسلامی اجازه نمیده شما مناظره کنید، اینو من میدونستم از قبل. یه سوال، چرا 5 تن آل عبا مراسم سالگرد عزاداری برگزار نمیکردن؟ شما الان اینجا از من میخواییم بپرسیم که بعد من جواب بدم که بعد هر تیپه که دوست داشتید شو پخش کنم؟ الان که داره ضبط میشه، شما میتونید اجازه ندید که اجازه نمیدید پخش بشه یا اجازه میدید؟ نه من اجازه نمیدم پخش کنید چون شما مقتب پخش میکنید. نه مقتب پخش نخواهم کرد، کامل پخش خواهم کرد. حالا این که چرا ترس دارید که این پخش بشه؟ چرا از چی میترسید که این پخش بشه؟ شما صحبتای منم پخش میکنین و اصلا قابل به اجازه گرفتن نیستین. خب چرا؟ آره از چی میترسید؟ ما که نمیترسیم، شما از چی میترسید که این پخش بشه گفتگوی من شما؟ به نظر من اگه اجازه به افکار عمومی بدین، افکار عمومی به شما میگن که کی میترسه برای صحبت. خب پس تمام شد، حالا که اینطوره این پخش میکنیم تا افکار عمومی تصمیم بگیرن. حالا بفرمایید چرا 5 تن آل عبا مراسم عزاداری سالگرد عزاداری برگزار نکردن؟ ما اجازه بگیری یا نگیری این صحبت ها رو پخش میکنی؟ بله این خب قطعا 100% برای اینکه ما به افکار عمومی احترام قائل هستیم. همین امروز و دیروز نیست، یک عمره. آره حالا سوال منو پاسخ ندادید، چرا 5 تن آل عبا، چرا 5 الو چرا 5 تن آل عبا سالگرد عزاداری برگزار نکردن؟ خب شما سوال منو پاسخ نمیدید، حالا شما سوال بپرسید. بله بپرسید آقای هاشمی. بله اهل تسنن نه، شما برای انتخاب خلیفه قائل به انتخابات یا قائل به انتخابات؟ قائل انتخابات و قطعا رأی مردم. آقای هاشمی. بله شما در انتخاب خلیفه قائل به انتخابات یا انتصابات؟ انتخابات و رأی مردم، همون رأی مردم، مردم تایید کنن. آها خب بعد عمر رو مردم مشخص کردن؟ عمر حضرت ابوبکر پیشنهاد داد و مردم تایید کردن. کجا بعد مردم تایید کردن عمر رو؟ در بیعتی که ابو در نامه 6 نهج البلاغه حضرت علی فرمودن. نه مردم کجا رأی حضرت علی در نامه 6 نهج البلاغه فرمود انما شورى للمهاجرين والانصار ف بايعن القوم الذين بايعوا ابو بكر وعمر وعثمان. حضرت علی در نهج البلاغه فرمودن که مردم با حضرت عمر بیعت کردن و این بیعت مردم تایید مردم تلقی میشه. ابوبکر جایگاهش خیلی بالا بوده که بخواد خلیفه پیشنهاد بده به مردم؟
بله خلیفه وقت بود و پیشنهاد داد و حضرت علی با ابوبکر عمر بیعت کرد. چه جایگاهی ابوبکر که بخواد خلیفه مشخص کنه؟ خلیفه مسلمانان بود. خب بعد یزید هم با رأی مردم اومدش؟ یزید پیشنهادی بود در واقع برخلاف اسلام. معاویه پیشنهاد داد که پدر به پسر برسه، همونطوری که حضرت علی نبایستی به پسر خودش وصیت میکرد. معاویه هم همین کار انجام داد، کار اشتباهی بود، اما مردم بیعت کردن بجز حضرت حسین، بجز عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عباس که بیعت نکردن و بقیه بیعت کردن، که البته بعدها اینها هم بیعت کردن. مردم بیعت کردن؟ بله مردم بیعت کردن، اما بیعتشون در واقع برخلاف این بود، چون پدر به پسر نمیتونه وصیت بکنه. خب بعد این سندش کجا اومده که مردم با یزید بیعت کردن؟ مردم با یزید در همه کتب اومده، در بدایه و نهایه، الطبری، هر کدوم از این کتاب ها میخواید اومده. آیا هاشمی سوال شخصی هم من میشه بپرسم؟ نه سوال شخصی نه، حالا شما سوال منو پاسخ نمیدید. من که هر سوال شما پرسیدید پاسخ دادم، حالا شما سوال منو پاسخ نمیدید برادر عزیز. در روز چند ساعت مطالعه میکنی؟ من جدا برام سواله. در روز 15 تا 16 ساعت بستگی داره، البته بعضی روزها که خیلی مشغول باشم، بعضی روزها که خیلی مشغول اجازه بعضی روزها که خیلی مشغول باشم الو بعضی روزها که خیلی مشغول باشم خب شاید در حد 3 ساعت 4 ساعت، بعضی روزها که بیکارتر هستم در حد 15 ساعت، بعضی روزهایی که به هر صورت مشغول مناظره هستم. وقت بر مطالعه دارین و اینا، کارم چه نمی‌کنی؟ کارت میرم که نشستم تو شبکه کلمه از آخرین هزینه‌های شبکه کلمه رو کی میده شما میگید روی آنتن با این همه هزینه‌های زیاد؟ خمس مکاسب از مردم، خمس مکاسب آخونده، خمس مکاسب، خمس مکاسب و نرخ چند بار صحبت میکنید؟ آره خمس مکاسب و نزورات گنبد بارگاه هایی که دریافت میشه. خب حالا پاسخ سوال من، حالا پاسخ سوال ما رو چرا نمیخواید بدید؟ من که هر سوالی شما پرسیدید پاسخ دادم حاج آقا وایس. آقای حاتمی من میدونم که این صدای من رو قطعا برای مخاطبا پخش خواهی کرد. بله قطعا پخش خواهی کرد. لحظه رو من میخوام با مخاطبا صحبت بکنم. نه قبل از این که شما با مخاطبا صحبت کنید، اول من شما به یه نتیجه برسیم. حاج آقا وایس، حاج آقا وایس، من سوال شما رو الو، من سوال شما رو پاسخ دادم، چرا شما سوال من رو نمیخواید پاسخ بدید؟ من پرسیدم چرا پنج تن آل عبا مراسم سالگرد عزاداری رو برگزار نکردن؟ چرا پاسخ سوال من رو نمیخواید بدید؟ خب موفق باشید، موفق باشین. این گفتگویی بود با حاج آقایی که ادعای مناظره میکرد و این منتشر خواهیم کرد به صورت گسترده. حاج آقا میگه که قوانین جمهوری اسلامی برخلاف این هست که ما با شما در واقع مناظره کنیم. در پیامی که برای ما فرستاده گفته که ما آماده مناظره هستیم. در اینستاگرام پیام ایشون رو من خدمت شما قرائت خواهم کرد. طبعا این مکالمه ما ضبط کرده بودیم برای اینکه شما متوجه بشید. بعد از در واقع وارد لایف خواهیم شد بعد از این مکالمه ضبط شده و اینستاگرام ایشون رو بنده خدمت شما قرائت خواهم کرد. این هدیه برای کسانی که معتقد بودن اینها واقعا خواهان مناظره هستن. ببینید چطور ما رو سر کار گذاشتن. یک هفته است ما کل مناظرات خودمون رو الغا کردیم به خاطر ایشون و الان ایشون همه رو سر کار گذاشتن. می قوانین جمهوری اسلامی اجازه نمیده. مبارکتون باد این پیروزی بزرگ برای شما، چون هر وقت که فرار میکنید خودش پیروزی تلقی میشه. پس این پیروزی مبارکتون باشه. اینم عاقبت سیاه چاخان. یه جوکی میگن، بگذارید این جوک رو بگم، واقعی هم نداره ولی خود جوکه، در قالب جوک هر چیزی میشه گفت. میگن هواپیمای مسافربری به علت وزن زیاد خلبان اعلام کرد که آقا یک نفر باید بپره بیرون تا این هواپیما جان سالم به در ببره بقیه مسافرین. یک نفر گفت من، گفت تو، گفت من، گفت میپری بیرون، گفت میپرم بیرون، گفت کشتی میشه، گفت بکش. خب گفتم خب پس بیا. گفت حالا وصیتی چیزی نداری؟ گفت فقط به مادرم بگید چاخان کار دستم داد. حالا آخوندهای خودمون اینا، آقا من مناظره هستی؟ بله هست. اسکایپ میدی؟ بله. شماره تلفن میدی؟ بله. ساعت 11 اومده؟ بله اومده. حرفی نداری؟ نه. حتما حتما. موضوع هر چی تو بگی. قدیر خان؟ قدیر خان. بیام؟ بله بیام. خب حالا میام. نه. من که نگفتم که با شما، شبکه شما که نه.
چون شبکه ضد جمهوری اسلامی هستید. خب از قبل میدونست یا نه؟ از قبل زیاد بهش فکر نکرده بودم. نه نه نه، فکر کرده بودم. منظورم این اینستاگرام بود. خب آدرس اسکایپ و شماره تلفن پس برای چی دادید؟ اون شوخی دادم، سرگرمی. پا بفرام. حالا مکاتبات بنده با ایشون در اینستاگرام یا ایشون با بنده در اینستاگرام و عاقبت سیاه چاخان من اسمش میگذاشتم رو ببینید. لطفا اتاق خان تصویر نمایش بدید. ایشون اول در اینستاگرام مطلبی گذاشته بودن که آقا ما برای مناظره هستیم و برای یک دفعه ما روی شما میخوام سیاه کنیم و از این حرفا. بعد پاکش کردن. نگاه کنید، ملاحظه میفرمایید، پاک مطلبی گذاشتن، خودشون پاک کردن. من اونجا بسم الله جناب حجت اسلام، موضوع چی دوست دارید؟ دست بستن در نماز یا قدیر خام؟ ایشون اومده بود اون دست بستن من که سلطان علی در مقابل قبر هارون رشید دست بسته بود رو گذاشته بودم، گفته بود من میخوام پدر در بیارم، فلان کنم، علی کنم، بله کنم. گفتم بسم الله، موضوع چی دوست داری؟ دست بستن در نماز و قدیر خم. گفت سلام علیکم قدیر خم. خب این مطلب اول. من پاسخ دادم بسیار خوب، سه‌شنبه آینده یعنی امشب ساعت 11 شب خوبه؟ گفت چرا فردا شب نه؟ گفتم میخوام در ماهواره باشه تا همه ببینن. ملاحظه بفرمایید، میخوام در ماهواره باشه تا همه ببینن. گفته خب فقط برای اینکه من مطمئن بشم میای استوری کن، مطمئن باشم میای استوری کن، این رو در اینستاگرام اعلام کن. گفتم نه، من چنین کاری نمی کنم، حالا برای اطمینان من الان استوری کن. گفت نه، حالا برای اطمینان خاطر که شما میای استوری کن. من گفتم اگر من نیامدم این متن رو منتشر کن، استوری در کار نیست، چون میخواست تبلیغات براش بکنم. گفتم اگر دوست داری سه‌شنبه برات رزرو کنم. ما حقیقتا با شیخ حسن اخباری که بنده خدا یه انسان بسیار مؤدبی بود کنسل کردیم، ازشون عذرخواهی کردیم که اینا در واقع آقای چخان علیوف میخواد بیاد. اگر دوست داری سه‌شنبه، گفت خواهیم دید میای یا نه، اون به من داره میگه. اگر هم نتونید، نمیتونید، پس لطفا مزاحم نشید، از قبل باید اعلام کنید. من گفتم باشه اعلام میکنم، آخرش هم اعلام کردم، فیلم اعلام را بفرست، من خواهم آمد. تا اینجا دقت بفرمایید. گفتم بسیار خوب. بعد و برای یک بار و یک بار برای همیشه به تو پایان میدم. چاخان را ببینید، ادعا آسمون پاره میکنه. و برای یک بار و یک بار برای همیشه به تو پایان میدم. خب گفتم باشه، آدرس اسکایپ و تماس بدهید. من یه خنده زدم که این دعاش که آسمون داره پاره میکنه. پس موضوع قدیر خم شد. گفته من 1400 سال بغض تو را در دل دارم. یاد چرف عمرش به نظرم 30-40 سال بیشتر نباشه، ولی خب به هر صورت بعضی موقع اینا عصبانی میشن، حواسشون میپره. 1400 سالی که بغض تو رو تو دل دارم، ولی من بغض کسی رو در دل ندارم، بغض فکر شما در دل دارم و اما بغض شخص در دل ندارم. گفتم سه‌شنبه آینده ساعت 11 شما همان نبی نجات نیستی؟ گفته نه، حسن واعظی نیرومند هستم. بسیار خوب، لطفا آدرس اسکایپ، آدرس اسکایپ و تماس. خب اسکایپ ندارم و درست میکنم. گفتم سه‌شنبه آینده ساعت 11 شب خوبه؟ موضوع قدیر خم اتفاق کردیم، شماره تماس هم گذاشته. گفته بسیار خوب، هر وقت اسکایپت نصب کردی اعلام خواهم کرد. اول اسکایپت گفتم نصب کن، ببینی تو حالا اصلا صحبتی از اینستاگرام نیست، صحبتی از لایو اینستاگرام مطلقا نیست، بس اسکایپ این هاست، تا بعد از اعلام بهانه وجود نداشته باشه. گفته باشه الان نصب میکنم. و بعدم پاسخ داده بله نصبم کردم، منتظر آدرس اسکایپ هستم تا طبق اتفاق سابق سه‌شنبه ساعت 11 این مناظره صورت گیرد. اگر هم ترسیدی اطلاع بده تا با روحانی دیگر هماهنگ کنم. پس سه‌شنبه ساعت 11 آماده باشید. ایشون علامت سوال گذاشته، نمیدونم برای چی. مناظره در شبکه چه ربطی به پیج؟ ها، گفتی بود که پیج من رو تگ کن. گفتم مناظره در شبکه چه ربطی به این داره که پیج تو رو تگ کنم یا نکنم؟ مگر در ایران هوادار ندارید که من باید پیجتون تگ کنم؟ بعد گفته خب نه یا من هم فرار شما. گفتم من پس با این وضعیت من نمیام. گفتم خب پس نه یا من هم فرار شما رو در برنامه زنده اعلام خواهم کرد و روحانی دیگری که منتظر هست رو میارم، مگر قحط آخوند است. فقط اگر خواستی فرار کنی خبر بدهید تا آخوند دوم هماهنگ کنم. البته فرار شما بهترین کار است باش، یا شاید همان شما را، یا شاید شما هم ترساندن. گفتم نترس عزیزم، برسم متشکرم، فرما. و مکالمه رو دیدید، ضبط کرده بودیم. فقط میخوام این متوجه باشین،
اینها هم اینها بودن که نامه نوشتن حسین جان کجایی تو؟ بیا کوفه ما هستیم. یزید غلط بکنه که بتونه در مقابل ما بیسته. عبیدالله بن زیاد چه کار است؟ بفرست آدم. حسین هم بنده خدا گفت خب آخوندها آدمای خوبی هستن. مسلم فرستاد، مسلم ترور شد. گفت نه حسین جان فریب این ما یکی هستیم. بیا حسین رفت دید آقای همه نیستن. و آخ ببین سبحان الله، تاریخ یعید و نفسه، تاریخ داره تکرار میشه. همین آخوندها نتیجه همون آخوندهایی هستن که حضرت حسین رو به کربلا کشوندن. خب شما تماس ها رو زیرنویس کنید. قبل از این که من مطالبی در مورد شهادت حضرت حسین باقی موند حقیقتا و این عاقبت سیاه چاخان وقت ما را هدر داد. ملأ الله قلوبهم و بیوتهم نار الا یستحق الهدایه، همونطور که وقت برنامه ما را به هدر دادن. خب یک لحظه من، خب شما تماس رو تاکمان زیر نویس کنید، من این ویدیو رو پخش کنم. بالاخره گویا بعد از 10 سالی آخوندها کاری کردن و این کار رو در این کلیپ من پخش کنم. خب ظاهراً یه لحظه ببخشید. خب یک لحظه اجازه بدید. ظاهراً جناب آخوندهای خودمون بعد از 10-15 سالی موفق شدن یک جوونی گویا از جزیره شیف یا از همون مناطق، مثل که عاشق دختر خالش یا دختر خالش عاشق ایشون شده، بعد گفتن به شرط این که تو شیعه بشی ما دختر خالت رو به وقت ازدواج در میاریم، ایشون آوردن و در واقع مراسم جشن براش گرفتن و شهادت این. پخش کنید این مراسم. مراسم این بنده خدا رو کاغذ نگاه کنید، براش انشا نوشتن، گفتن این یه شیعه شده. انشا چه براش نوشتن؟ شهادت این براش نوشتن. بنده خدا شیعه شده ولی شهادت این شیعه حفظ نیست. این بنده خدا معلوم از شب تا صبح مجبور شده این شهادت این، البته شهادت این دو تا نیست، اما اینا 3 تا شهادت اینه. این شب تا صبح فقط این شهادت این رو حفظ می‌کرده ولی بازم از رو میخونه، این هم حفظ کرده بازم بلد نیست. برداشت این مراسم ورود ایشون به تشیع رو با هم دیگه میبینیم. یک لحظه اجازه بدید من این صدا رو باز کنم. پخش کنید لطفا. لطفا پخش کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلامتي وتأجيل الله فرج إمام الزمان صلوات بفرس الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. خب در خدمت برادر عزیزمون آقای جناب آقای ابراهیم جنه هستیم از اهل جزیره شیف استان بوشهر که ایشون از برادران مسلمان اهل سنت هستیم. ما امشب در خدمت ایشون هستیم با درخواست خودشون که به فضل الهی و توفیقی که خداوند به ایشون داده و عشق امیرالمومنین علیه السلام تصمیم گرفتن که مذهب تشیع رو اختیار کنن و به صورت رسمن قانونن شرعن انشاءالله شیعه 12 امامی بشن و انشاءالله با جاری کردن شهادتین ایشون دیگه شیعه 12 امامی بشن. من اون شهادتینی که میگم شما یه مطلب داشته باشید. ببینید وقتی ما میگیم، خودش میگه اهل تسنن اهل سنت است، وقتی ما میگیم اینا اهل سنت را مسلمان نمیدونن، یعنی این میگه شهادتین رو بایستی بگه. شهادتین برای یک نامسلمان کافر هست که مسلمان میخواد بشه. خدا رو شکر دروغ و حافظه نداره، اتفاقاتی رخ میده که براشون ما و برادران اهل سنت برادر هستیم و عزیزان ما اهل سنت. الان ببینید این میخواد شیعه بشه، سنی هم بوده، خب وهابی که نبوده، خود میگه اهل سنت بوده، خب میخواد شیعه بشه، فرقی نمیکنه، شما برادر نیستید، انفسنا عزیزان ما اهل سنت. خب بچ این شهادتین برای چی است؟
همون عاقبت سیاه چاخان اینم از همون هست، از همون مایه هست. خب لطفا بخش کنید. میگم شما تکرار بکنید و با بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله دیگه شیعه بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگوی بنده خدا براش رو کاغذ همه این کلمات نوشتن که اینها رو بخونه، شیعه شده، هنوز این قدر در حد جملات ساده هم بلد نیست. من نمیدونم اینقدر سواد این خودی باید داشته باش وقتی یه نفر شیعه میخواد بشه. حالا ادامه رو. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، واشهد ان عليا امير المؤمنين، واشهد ان واشهد ان شیعه شده هنوز اشهد ان علی ولی امیر المؤمنین نمیتونه بخونه. اجازه بود آخ فرمان بگذاری یه جو که بگم. میگه یه نفری از همین ایرانی های خودمون رفت اروپا، آمریکا، هر کجا که لازم بود بره برای پناهندگی رفت. بعد گفت آقا من مسیحی شدم تا پناهندگیش قبول بشه. گفتم مسیحی شد؟ گفت بله مسیحی شد. گفت ساده؟ گفت بله. گفت خب حالا بایستی بری اون غسلی که لازم بود و ورود به مسیحیت، همه چیز براش مراسم گرفتن و آقا تبریک بهش گفتن. گفت ولی یه مرحله هست که تو کلیسا مرحله ورود رسمی شما به مسیحیت کلن فضا تاریک میشه، بعد نورها روشن میشه، اون وقت شما وارد جهان مسیحیت شد. گفت خیلی خوب آماده هستم. و گفتن اگر این مرحله شما پشت سر بگذارید یه پاسپورت بهتون میدیم، شما عملا رسما مشکلات حل میشه. گفت خوب. خب غسل و مسل هرچی لازم بود داد و تو کلیسا هم نشستن و همه پاپ ها و کشیش ها ببخشید و هر که لازم بود باشه شهادت بدن و شهادت دادن. و گفتن خب حالا لامپ خاموش میشه بعد روشن میشه. لامپ خاموش کردند و گفتن حالا بعد از روشنی لامپ یاد باشه که شما دیگه اولین لحظه مسیحیتی. گفت آماده هستم. تا لامپ روشن کرد اللهم صل علی محمد و آل محمد، آب پاک روی دست همه ریخت. حالا این بنده خدا میگه وارد چیه میخواد بشه؟ هند اشهد ان علی امیر المؤمنین بلد نیست. دوباره اینو ببینید، این همون حکایت همون صلواتی یادتون باشه وقتی این میشنوید، همون صلواتی بنده خدا ایرانی های خودمونه. امیر المؤمنین و اشهد ان و اشهد ان علی امیر المؤمنین و ابناءه المعصومین حجت الله. یک کلمه درست نخوند. حجت الله. احسنت. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين متشکرم متفرمون. اگر از رو کاغذ براش نوشته بودن از 10 تا کلمه 15 تاش اشتباه خون. همون بحثی جب. حالا این بنده خدا که مشکلش چیز دیگه است. دختر خاله میخواد، دختر خاله هم این میخواد. اون دختر خاله ظالم هم گفته اگر تو شیعه بشی من زنت میشم. گفته باشه. این بنده خدا اگر بهش میگفتن یهودی بشه یهودی هم میشد، چون مشکل چیز دیگه است. و من یه پیشنهاد میدم، این قضیه برای شما برگ برنده است جناب آخوندها. بعد نگید من نگفتم. یادتون باشه، اینو یادداشت کنید. شما الان آخوندها کار کنید دخترانتون عاشق اهل سنت بشن، عاشق جوانان اهل سنت بشن. وقتی عاشق جوانان اهل سنت شدن بگن آقا جان یا شما شیعه بشو یا ما زنتون نمیشیم. خب چند تا میشم و من این پیام به جوانان اهل سنت میدم. شما یک کاری بکنید، وقتی دختر آخوندها مثل اینها عاشق شما شدن شما ننگید. گفتن شهادتین، مثلا 2 تا شهادت 3 تا شهادت 3 تا شهادت بگید، ولی به شرطی تا آخرش بیرین. اون که من میگم تا آخرش بیرید، اگه تا آخرش نمیتونین درید. و شبیه به این بنده خدا این پیام هم دارم بهشون که از جزیره شیف است، آقای ابراهیم جنت اسمش کی بود نمیدونم، به هر صورت یاد مهم نیست کی بود.
برید با دختر آخوند ازدواج کنید، شهادتینش سه تا شهادتش هم بگید، ولی تا آخرش که من میگم گوش کنید. تحویل این دختر آخوند 7-8 تا بچه بدید، اسم بچه ها عمر، ابوبکر، عثمان، عایشه، حفصه، اینها بگذارید. فقط ظالم نباشید، معاویه نگذارید، عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و حفصه و اینها بگذارید. این بچه ها که بزرگ میشن خونه بابا بزرگ میرن دیگه، خونه آیت الله بابا بزرگشونه دیگه، شهادت این خواهد شما گرفتن. حالا اون عمر میگه بابا آیت الله، بابا بزرگ آیت الله، بابا بزرگ آیت الله چی بگه؟ بگه عمر عزیزم، بگه عمر، بگه ابوبکر، بگه مجبور بگه بابا بزرگ زهر مار، بابا بزرگ قبرستون، بابا بزرگ هرچی هست. خب این بلای شما، یعنی خواب از چشم اینا میپره.